روز که اعتراضات در عراق نسبت به این موضوع داره شدت میگیره، بیشتر از تو بشنویم. ولی از روز گذشته همچنان تا این لحظه که داریم با هم دیگه صحبت میکنیم دارن نهادهای مختلف در عراق، اشخاص، رسانه ها معترض میشن نسبت به این مسئله، چرا که اونا باور دارن طبق بیانی هایی که منتشر کردن این محدود کردن آزادی بیان و اطلاع رسانی هستش. اما خب نکته ای که مهمه و قابل توجه این که بیشترین اعتراضات رو از سمت گروه های مورد حمایت جمهوری اسلامی داریم میبینیم. خود مسئله فیلترینگ تلگرام رو یا این پیام رسان اجتماعی رو وزارت ارتباطات عراق یک بیانیه منتشر کرده بود، روز گذشته اعلام کرده بود که به دلیل مسائل امنیتی هستش و اینکه میخوان داده های کاربران عراقی، داده های شخصیشون رو حفظ بکنن. دو نکته در این بیانیه اومده بود، یکی برخی از کانال های تلگرامی اقدام به انتشار به اصطلاح اطلاعات شهروندان کرده بودند و برخی از پلتفرم ها اقدام به انتشار اطلاعات حساس نهادهای دولتی کرده بودند. وزارت ارتباطات گفته چند مرتبه با شرکت تلگرام تماس گرفتند اما اونها هیچ توجهی به درخواستشون نکردند، مبنی بر این وجود این کانال های تلگرامی و اینکه باید اونها رو مسدود بکنن. در نتیجه اونها خودشون تصمیم گرفتن که تلگرام رو به طور کل در عراق محدود بکنن، البته غیر از اقلیم کردستان. مسئله ای که وجود داره اینه که از روز گذشته تا امروز یک سری اطلاعات منتشر شده از اینکه اصل قضیه برمیگرده به اختلافاتی که در بین گروه‌های مورد حمایت جمهوری اسلامی به وجود اومده با شخص نخست وزیر عراق، چرا که این گروه ها خصوصا سابرین نیوز که کانال تلگرامی بسیار مشهوری هستش در وابسته به سازمان هشت شعبی هستش و هشت شعبی از گروه های وفادار عراقی به سپاه پاسداران محسوب میشه، در یک هفته گذشته اقدام به انتشار گزارش های بسیار فراوانی علیه شخص نخست وزیر عراق محمد شیا السودانی کردن، یعنی شخصی که تا همین چند ماه پیش از اون کاملا دفاع کردن که به سمت نخست وزیری برسه. پس از اون ما شاهد حالا یک سری از بیانیه ها از سمت سابرین نیوز یا این گروه های نزدیک به جمهوری اسلامی بودیم. بعد از اینکه در روزهای گذشته اختلافات با کویت هم بیشتر شد و حمله شد به دولت عراق، در نتیجه طبق اطلاعاتی که یک مقام دولتی به شرق الاوسط گفته فیلترینگ تلگرام به دستور شخص نخست وزیر عراق بوده، اگرچه اعتراضات همچنان وجود داره، مسائل دیگری هم هست. این کانال های تلگرامی بارها تشویق کردن مردم رو به حمله به اماکن دیپلماتیک، به نیروهای خارجی، ولی خب دید ناظران اینه که مسئله یک اقدام سیاسی هستش، شاید ابعاد اون در روزهای آینده بیشتر منتشر بشه و این احتمال وجود داره که دولت در نهایت در برابر این گروه ها عقب نشینی بکنه از این مسئله فیلترینگ تلگرام. ممنونم تروسکی، همکارم تروسکی صادقی از پاریس با ما.